اصلا بهت بگم همینی که اخونه اومدم بیرون انگاه انرژی تازه وارد تنم کردن خیلی هوا گرمه امیدوارم درست این شکلی درست کنی شاید. فکر کنم دیگه رسما وقتی این رسیده که یه چیزها رو مرتب کنیم جمع جور بکنیم چون کاره مهمی داریم که حتما باید انجام بدیم صبح بدون بخیر رفقا بریم چیز بریم جلسه نمیدونم دونم چندومه که اگه به قبل دیده باشین من قبلا میرفتم اما اما بعد حتی امتحان شهرم دادم امتحان شهر را قبول نشدم بار اول بعد دیگه خورد توی شیفته بیمارستان و اینا دیگه نشده دامش بدم اما الان دیگه میخوایم بریم و سرشو ببریم بریم که من دو جلسه دیگه گرفتم تمرین کنیم بعدش چهارشنبه و برم امتحان بدم خوش خب برو بریم به سمت پارکینگو رفقا برای یه مدت حدودا یکی دو ماه میخوام هر روز سعی بکنم ویدیو براتون بذارم درباره موضوعات مختلف درباره کتاب خیلی باید با هم دیگه صحبت بکنیم درباره تابستون و زبان خوندن هم خیلی با هم دیگه حرف داریم که بزنیم درباره دانشگاه هم که بله دیگه همیشه هست و دیگه خدا نکنه که من دیگه شیفت های دانشگاه هم شروع بشه با دانشگاه و با بیمارستان میخوام زخمیتون کنم پس حتما حتما یادتون نره که سابسکرایب بکنید زنگوله کنارشم بزنید تا نوتیفیکیشن ویدیو براتون بیاد و حتما حتما یه کامنت انگلیسی برام بنویسید که سابتون نبره برو بریم خب جلسه اول خیلی خوب پیش رفت مشکل من فقط با قوانین امتحان هست همین یه دستور جدید پیدا کردم برای درست کردن هات چیپس به خاطر اینکه دفعه قبلی که رفتم کافه و هات چیپس خوردم خیلی گرون بود به خاطر همین تصمیم گرفتم که خودم درست کنم چه کاریه البته این دفعه با کمک مادر گرام درست کردیم ببینیم چه شکلی میشه خیلی چیز سختی هم نداره یه مقدار سالامی نیاز داره یه دونه همونا که دیدین گاز رو روشنا میکنیم اینا رو یه مقدار تفتشون میدیم تفت که خوردن دیگه کار خاصی نداره سیب زمینی ها رو اگه مثلا بیم گرفتید که هیچی بعد اینا رو لایه لایه میچینیم روی همدیگه و پیش میریم بعدش هم میذاریمش توی فر اگه با فر مثلا کار میکنید با دمای 180 درجه و والا به یه چیزی خواهید رسید خوشمزه کریسپی خب خب کلیل رو برداریم در کن امروز روز امتحان شهره برو بریم ببینیم چی میشه ساعت هشت صبح همه هم داریم میریم امتحان شهر بدیم از این بر خیابون به اون ور خیابون و بدیم ته دنیا این پان شهره رو بدیم ببینیم چی میشه yeah. I'm stressed out so wish me luck خب رفقا خب ساعت ده دقیقه است بهتون گفته بودم ساعت هشته دارم میرم رسما تا ساعت ده و نیم خون والا خون بودیم چون من اسمم آخر لیست بعد هی خوب بعد دارن سواشم پیادشم این آزمون بدن خیلی طول میکشید بذارید من نفس نفس بکش هوا چقدر گرمه برسم کم استراحت بعد برادون میگم چی شد خب, خب او الان روز بعد از واقع است یک روز پس از واقع است داستان از قبل بود که بیاد یه مقدار فلش بک بزنم براتون از قبلترش روزی که من رفته بودم دوباره کلاس رانندگی برداشتم با همون استاد قبلیم خب برگی که اون کسی که ازت آزمون گرفته رو بهت میدن که خب استاد دوباره باید روش تیک بزنه که تمرین انجام دادی یا نه و مهرش بکنم اینا من نگاه کردم دیدم خیلی تیک داره چه خبره بعد نمیفهمیدم چی میگه رفتم یه استاد گفتم اینا تفسیر کنم می چی میگه این بعد نگاه کرد گفتش که زارت تو که ده تا خطا ازت گرفته و ردت کرده چیکار کردی آ کی از زید امتحان گرفته و فلان و بهمان بعد یه ورق زد من و او او فلانیه فلانیه یعنی فکر کن چقدر طرف معروف بوده که این دیده او او, او این گویا کارش همین بوده یعنی اونایی که میدیده که بار اولشون دارن آزمون میدن گوتری تق و تقتیک ازشون خطا میگرفته و تا جایی میشده خودش دخالت میکرده یعنی مثلا هنوز اتفاقی نیفتاده خودش هم رو ترمز میگه که الان میری تو جدول در حالی که نمی رفتی تو جدول ولی می رو ترمز می الان میره تو جدول بای بای خدافز دفعه بعدی و این از این آدم ها بوده حالا دو تا جلسه ما تمرین کردیم بعد رفتیم دوباره آزمون داریم. ساعت هشت صبح براتون اون گفتن دیدید دید. بعد هوا شرجی کل شوش من خیس یعنی توی شوشام خیس نگاه مثلا نمونی کرده طرف بعد امتحان رو دادیم رفتیم سوار داستان شدیم و اینا یه پرایدی بود پرایدی بود که کلاجش به شدت بالا و گازش به شدت پایین من هرچی گاز میدادم گاز نمیخورد <applause> یه چیز عجیب غریبی بعد هیچی زدیم و دورمون رو زدیم و ایست سی درجه و فلان و بهمان و پشت سرت رو نگاه کن و برو جلو و اینا بعد گفتش که از یه آردی همون بغل بود دوبل بگیر دوبلمون رو گرفتیم خیلی تر تمیز بعد دوباره رفتیم جلو بعد گفتش که بپیچ توی کوچه پیچیم تو کوچه گفت وایسا با اجازه با اجازه اجازه داری رخصت فرصت دیگه بعد گفتش که قبولی برو What من کاری نکردم مطمئن چیز دیگه این از دی من امتحان بگیم من کار خواستی نکردم برو آه امی. یعنی فکر کن از ساعت هشت تا ده و نیم من منتظر بودم که پنج دقیقه امتحانم طول بکشه. پنج دقیقه هم فکر کنم نشد شد چه ثانیه دل... دوبله طول کشید مثلا پنج ثانیه از اون بیای بیرون بعد هیچی کلا که مجده بدید قبول شدم <applause> بعد مادم توی آموزشگاه میگن دونیم تا سه ماه دیگه میاد یعنی فکر کن من در 21 سال و دو روزگیم رفتم و امتحان رو قبول شدم حالا داستان این که قبلا نرفته بودم اینکه هم حال و رو نداشتم هم نیازی بهش نداشتم اتوبوس مترو فلان بهمان و هم این که وقتش رو نداشتم چون همش شیفت بودم همش دانشگاه بودم همش شهر کرد بودم و اینا همش شیفت بیمارستان بودم وقت اصلا نمی کردم من اصلا کل هفته دانشگاه بودم اصلا خونه نبودم که بخوام برم کلاسش بخوام برم امتحان بدم اینم از داستان امروز رفقا دمتون گرم که تا اینجا که با من همراه بودید این ویدیو رو اینجا کلوزش میکنیم و اینکه توی ویدیو بعدی درباره موضوعات خیلی مهمتر از رانندگی و این جو چیزا باید با هم صحبت بکنیم درباره انتخاب رشته باید با همدیگه حرف بزنیم چون کم کم دیگه جواب کنکور میاد و همین که یه سری اطلاعات کلی من باید بهتون بدم درباره تابستون نحوه برنامه‌ریزیمون باید بیشتر با هم صحبت بکنیم چون خودم هم یه سری تغییرات دارم اعمال میکنم و شما هم دوست دارم بدونید چقدر درتون بخوره و اینکه چون داریم با هم دیگه توی کانال تلگرام کتاب خوندن رو پیش میبریم یه سری از ویدیوها حول محور کتاب باید با هم دیگه ادامه بدیم درباره آخرین کتابی که خوندیم کتاب چی بود کتاب ایکیگای بود که درباره ایکیگای با هم خیلی صحبت میکنیم موضوعات خیلی جالبی که ایکیگای توی کتابش آورده و اینکه پس حتما حتما اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایکش بکنید سابسکرایب یادتون نره زنگوله کنارش کامنت انگلیسی و اینکه نظرتون رو هم من بنویسید که کی شما گواه رو گرفتید امتحانتون چه شکلی بود یا هرگه هنوز گواه نامتونو نگرفتید یا هنوز امتحان شهر رو ندادید سیستم فکری کلیتون چه شکلیه دمتون گم رفقا میبینم فعلا فیلن بای بای